هوای بهشت طبیعیه که مطبوع‌ترین و معتدل‌ترین هواست. لذا دیگه تو بعضی از آیات قرآن داره که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه اون داغی خورشید رو و سوزندگی رو حس میکنن، نه اون سرمای گزنده رو. معتدل و مطبوع هستش. میوه‌هاش و سایه‌هاش هم که دائمه، اکله‌ها دائم و ظلا، یه همچین خصوصیاتی تو بهشتی که برای اینها هست داره. و فروش مرفوعه، همسران ارزشمند و گرانقدر. چه همسران گرانقدری که اینجا گفته حورالعین هستش، چه همون همسرانی که تو دنیا داشتن، ولی ارزشمند و گرانقدر، از هر جهت ارزشمند، هم از جهت جمال، هم از جهت کمالاتشون، هوششون، فکرشون. انا انشأناهن انشاء، ما انگار یه آفرینش دیگری به این همسران اونجا میدیم، اصلا انگار یه جور دیگه خلق شدن همسران بهشتیا. یعنی حورالعین یا نه همسرانی که تو همین جهان هستن؟ از حورالعین کلا همسران، کلا همسران بهشتی اونجا انگار یه جور دیگه خلق شدن. فجعلناهن ابکارا، همیشه بکرن، همیشه با تراوت، با نشاط، جوان و شاداب هستن، پیر و شکسته و فرسوده نمیشن. و همچنین به هر حال دستی از قبل بهشون نخورده، دست خورده نیستن، همیشه بکر و تازه هستن. ابکار تعبیر این هستش. در جای دیگری تو سوره الرحمن هم همینو داره که قاصرهن فیهن قاصرات و طرف لم یتمسهن انسان قبلهم ولا جان. همسران بهشتی در اونجا چشماشون جوری هستش که، چون قاصرات و طرف یعنی چشما افتاده است. حالا بعضی اینو گفتن خود خمار بودن چشم یه نوع قشنگیه، یه نوع زیبایی است تو چشم. اما بعضی دیگه این رو یه جوری دیگه معنا کردن که چشمای مقدار افتاده، چشمای همسران، یعنی اینکه فرو پوشیده شده از دیگران، یعنی چشم به دیگران نداره، فقط به همسرشون نگاه میکنه. چشمشون اینجور نیستش که هر جایی رو چشمشون ببینه. کسی دیگری رو ندیده، آفرین، فقط به همسرانشون نگاه میکنن. و لم یتمسهن انسان قبل هم ولا جان، دستی از انس و جن قبلا به او نرسیده. او جوری هستش که فقط عشق و محبت همسرش رو داره، صفا و صمیمیتی با کسی دیگری نداشته، فقط و فقط برای این هستش. خصوصیت همسران بهشتی این هستش که به هر حال فقط و فقط مخصوص خود اون فردن. از امام صادق علیه السلام شخص پرسید که قبلا هم روایت رو یه بخششو خونده بودیم که موسیقی هم تو بهشت وجود داره، امام صادق علیه السلام فرمود بله، اونجا یک درختانی هست که وقتی نسیمی از پای عرش الهی میوزه تو اون درختان، آنچنان نغمه و آهنگی بلند میشه که به گوش احدی نخورده، به قدری زیبا و سرمست کننده است. بعد حضرت یه تعبیری داره، مقصودم اینجاست. حضرت فرمود که این تو جلد 8 بحرالانوار، امام صادق علیه السلام فرمود هازا عوضون لمن ترک از سماع فی دنیا و خافت الله، این نغمه بهشتی به گوش اون کسی میخوره که از شنیدن موسیقی های حرام تو دنیا به خاطر ترس از خدا و خوف از مجازات الهی و احترام به او اونو ترک کرده باشه. شب بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان برلین و همچنین کلی عزیزانی که از طریق سایت جهانی اینترنت برنامه ما رو مشاهده می کنند. خرسند و سرفراز هستیم از اینکه بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز پنجشنبه 29 نوامبر 2012 میلادی برابر با 9 آذر ماه 1391 خورشیدی می باشد. برنامه امروز را آغاز میکنیم با هم اخبار یک هفته اخیر ایران و دیگر نقاط جهان. در قسمت دوم توجه شما را به اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از شهر برلین جلب میکنم. یادآوری میکنم برنامه ما رو میتونید تکرارش رو روز یک شنبه ساعت 8 شب از همین کانال مشاهده نمایید. Thank you.
یوسف گم گشته، یوسف گم گشته باز آید، یوسف گم گشته باز آید، لیکن آن هم مخور هم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، سر شوریده باز آید به سالان، غم مخور غم مخور. خطرناک است و مقصدت بس بعید،
نیست با یان غم مخور غم مخور غم مخور حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب جمله می داند جمله می داند خدای حال گردان غم مخور غم مخور جمله می داند خدای حال گردان غم مخور 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 توجه شما را به رویدادهای خبری هفته‌ای که گذشت جلب می‌کنم. سناتور جان مکین ایران را تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی دانست. این سناتور جمهوری خواه ضمن انتقاد از عملکرد کاخ سفید در مواجهه با ایران گفت با توجه به نقش ایران در تجهیز و مسلح کردن گروه‌های تروریستی و نیز ساماندهی و کمک‌های مالی جهت انجام عملیات تروریستی در جهان، آمریکا باید استراتژی فعلی خود را در رویارویی با ایران بازبینی کند. وی همچنین در خصوص برنامه اتمی ایران از اسرائیل و امریکا خواست تا مهلت و خط قرمزی برای دولت ایران مشخص نمایند تا در صدورت شکست در مذاکرات گزینه‌های دیگری مورد بررسی قرار گیرد. محمد المنصف مزروقی رئیس جمهور تونس ضمن تاکید بر ضرورت کناگیری بشار اسد از قدرت خواستار قطع حمایت‌های ایران از دولت سوریه شد. وی افزود در دیداری که با محمود احمدی نژاد داشته به وی هشدار داده است که در صورت ادامه حمایت از رژیم اسد مسئولیت همه حوادث این کشور بر عهده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. المزروقی اظهار داشت خیزش مردمی در کشورهای خاورمیانه عربی و شمال افریقا ماهیتی دموکراتیک دارد و هیچ ارتباطی با ایران ندارد. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد مراتب اعتراض خود را نسبت به استفاده ایران از خاک و حریم هوایی این کشور در ارسال هواپیماهای بدون سرنشین به اسرائیل اعلام کرد. وی در این نامه ضمن انتقاد از دولت ایران این عمل را باعث نقض حاکمیت ملی لبنان و جریحه دار شدن احساسات این کشور دانست. رئیس جمهور لبنان یادآور شد که ایران با انجام این عملیات ها قوانین و معاهده های بین‌المللی را زیر پا گذاشته است. 42 تشکل و انجمن ایرانی در اروپا و امریکا با صدور بیانیه مشترک و به مناسبت فرارسیدن 25 نوامبر در روز جهانی رفع خشونت علیه زنان خواستار روشنگری حسان جهانیان به عملکرد حکومت ایران در خصوص تخطی از مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به رفع تبعیض و خشونت علیه زنان شدند. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که اجباری بودن حجاب، محرومیت زنان از پاره مشاغل، عدم آزادی در انتخاب محل زندگی، پایین آوردن سن قانونی ازدواج، حق طلاق یک طرفه مردان، چند همسری و بسیاری موارد دیگر از نمونه‌های خشونت علیه زنان در ایران است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران احمد شهید را متهم به سندسازی علیه ایران نمود. به گفته ایوه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران فردی مضحک و در اختیار غرب است که در صدد از
در صدد سندسازی علیه ایران می باشد. آقای لاریجانی ضمن ابراز تأسف از بروز حوادثی همچون ماجرای کهریزک و مرگ ستار بهشتی اظهار داشت ایران با موضوع گزارشگری حقوق بشر مخالفتی ندارد و قوه قضاییه نیز در صدد رسیدگی به علل بروز چنین حوادثی است. سخنان آقای لاریجانی در حالی است که احمد شهید بیشتر از عدم همکاری ایران با وی انتقاد و در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران سخن گفته بود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران ضمن انتقاد از رؤسای جمهور در دولت‌های گذشته ایران و ناکارآمدی آنها در دوره دوم ریاست جمهوریشان اظهار داشت با توجه به عملکرد ضعیف دولت‌های گذشته در دوره دوم به دستگیری قدرت توسط رؤسای جمهور میتوان گفت در ایران حضور در عرصه قدرت باید صرفاً برای 4 سال باشد. وی افزود ایران در 4 سال گذشته شرایط سختی را گذرانده است و در حال حاضر به شرایط حساس و بحرانی رسیده ایم که فقط برای حل آن باید با مردم آشتی کرد. محسن رضایی که از وی به عنوان نامزد اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایرانی زیاد می شود، رقیب اصلی دولت آینده را فقر و تحریم های اقتصادی نامید. نماینده ویژه مجلس ایران در خصوص رسیدگی به پرونده ستار بهشتی خواستار برکناری و یا استعفای رئیس پلیس فتا شد. مهدی دواتگری اظهار داشت ابراز براءت پلیس فتا از اشتباه صورت گرفته که منجر به هزینه برای نظام شده با برکناری و یا استعفای فرماندهی پلیس امکان پذیر است. وی افزود کمیته ویژه رسیدگی به پرونده طی هفته آینده گزارش خود را درباره مرگ این وبلاگ نویس به مجلس ارائه خواهد کرد. ولی آنچه محرز می باشد تخلف و سهل‌انگاری پلیس فتا در این پرونده می باشد. الله بردی دهخانی نماینده مردم ورزقان در مجلس ایران ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در بازسازی و اسکان مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اظهار داشت تاکنون فقط 15% از ساختمان‌های مسکونی احداث و واگذار شده است و فقط در شهر ورزقان که یکی از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی میباشد بیش از 3000 نفر در چادر و در سرما زندگی می‌کنند. پیشتر نیز نماینده اهر و حریص دولت را به انتشار آمارهای دروغین متهم کرده بود. فلاحی باباجان با تکذیب ادعای احمدی نژاد مبنی بر ثبت رکورد جهانی بازسازی مناطق زلزله زده گفته بود رئیس جمهور با ارائه آمارهای کذب صرفاً قصد خروج از زیر بار مسئولیت را دارد در حالی که مردم در چادرها و بدون سرپناه هستند. در این رابطه توجه شما را جلب می‌کنم به گزارش تلفنی همکارم مهدی رسولی. بروز حوادثی همچون سیل و زلزله که از آنها به عنوان پدیده های طبیعی یاد می شود گاهن آنقدر دلخراش و دردناک است که تمامی زندگی و برنامه های روزمره مردم در سراسر جهان را به سمت و سوی محل حادثه دیده سوق می دهد. ایران نیز به جهت ساختار طبیعی و جغرافیایی خود از این دو پدیده طبیعی برخوردار است. ما در کنار زیبایی های دلفریب فصلی خود گاهن از خشم آسمان و زمین نیز بی‌نصیب نمی ماند. اگر نگاهی به گذشته نه چندان نور بیفکنیم در دفتر تاریخ ایران زلزله هایی همچون طبرس دوادکوه مازندران و نیز رودبار بم و زلزله اخیر آذربایجان شرقی توجه همگان را به خود جلب نمودند. در زلزله های طبرس و مازندران در دهه 30 در دوره حکومت سلسله پهلوی رخ داد بالاترین مقام کشور که آن زمان محمد رضا شاه پهلوی بود شخصا در محل حادثه حضور یافت و با بررسی جزء به جزء و پیگیری لحظه به لحظه روند بازسازی شاهد تحول جدید در مناطق زلزله زده بودیم، به طوری که تاکنون با گذشت بیش از 6 دهه از زمان وقوع حادثه هرگز مناطق حادثه دیده دچار تخریب نشد. شواهد تاریخی گواه آن است که شخص شاه پس از حضور در محل وقوع حادثه در مازندران دستور ساخت خانه‌هایی را داد که علاوه بر استحکام از امکانات بهداشتی نوین نیز برخوردار باشد. حال اگر نگاه سریع به نحوه مواجهه با حوادث پیش آمده در زمان حکمرانی دولت جمهوری اسلامی بیاندازیم شاهد بی‌مبالاتی‌های بسیاری خواهیم بود. حادثه دلخراش بم هرچند میتوانست دانگ اعلام خطری برای مسئولین باشد ولی متاسفانه همانند سایر کارهای حکومتی سطحی نگری صورت پذیرفت. امروزه با گذشت بیش از 9 سال از وقوع حادثه بم شاهد آن هستیم که در بعضی نقاط مردم در کانکس های فرسوده زندگی میکنند. شاهد این ادعا مردم منطقه سید طاهرالدین شهر بم میباشند.
هرچند قرار بود کانکس ها برای اسکان موقت ساماندهی شود، ولی به دلیل فراموشی و بیمسئولیتی جاه طلبان مسلمان نما، محل اسکان موقت مردم بیپناه تبدیل به خانه های دائم آنها شد. اکنون با گذشت بیش از 3 ماه از وقوع حادثه تلخ زلزله آذربایجان شرقی، شاهد بازی سیاسی بازیگردانان حکومت هستیم و قربانی حادثه مردم مظلوم و بیپناه و داغدار منطقه می باشد. آنچه اندیشه امروز بازماندگان این حادثه تلخ می باشد، حسرت پرواز به آسمان ها در زمان وقوع زلزله است تا زندگی در شرایط جانکاه و سخت و تحمل از دست دادن عزیزان به جان مانده از زلزله از فرط سرما و یا بیماری و بیپناهی. وقوع این حادثه به حدی دردناک بود که خواب از سر دولت مردان سایر کشورهای دوست و دشمن باز داشت و با ارسال نیرو و تجهیزات خواستار حمایت از آسیب دیدگان شدند. ولی چرا دولت ایران با کینه‌توزی مردم را قربانی کرد و از قبول کمک‌های جهانی امتناع نمود؟ رئیس دولت به جای حضور در منطقه به سفر زیارتی و شرکت در اجلاس می‌رود و با پوشیدن لباس احرام و زیارت بیت الله الحرام طلب عافیت می‌نماید، در حالی که همزمان عده‌ای زیر آوار جان خود را از دست می‌دادند. امدادگران مردمی و بیالایش را به اتهام تبلیغ وهابیت بازداشت و زندانی نمودند و به جای رسیدگی به امور حادثه دیدگان، فضای رعب و وحشت در منطقه مصیبت دیده حاکم کردند. و از همه دردناکتر، با آمارهای کذب و دروغین سعی بر فرار از زیر بار مسئولیت نمودند. براستی آیا این رفتارها جنایت و خیانت نیست؟ سرما سوزان و سخت است. آیا میتوان لحظه تصور حضور در چادرهای نمور و سرد هم نوعان را نمود؟ آیا رهبر ایران و یا رئیس دولت و یا سایر دولت مردان که قربانیان حادثه را تومه بازی سیاسی خود نمودند، تحمل یک شب آرامیدن در داخل این چادرها را دارند؟ بازسازی و وعده های دروغین مسئولین و حکمرانان ایران که به نتیجه نرسید و امروز هم نوعان ما با سرما و بیماری های مهلک دست و پنجه نرم می کنند. بیایید تا با اتحاد و همدلی و بازخوانی روز به روز پرونده این حادثه نگذاریم آنان نیز همانند مردم بم سرپناه موقتشان تبدیل به محل اسکان دائمشان گردند. تلویزیون ایرانیان برلین، مهدی رسولی. ادامه اخبار. فائزه هاشمی رفسنجانی، زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین، طی نامه‌ای از محرومیت سایر زندانیان محبوس از حقوق قانونیشان خبر داد. در پی اعطای مرخصی توسط دادستان پرونده خانم هاشمی، وی ضمن عدم پذیرش مرخصی طی نامه‌ای اظهار داشت این جانب طی 2 ماه بازداشت در زندان اوین از هیچ مقامی تقاضای مرخصی نداشتم، بنابراین دلیلی به قبولی مرخصی اعطای آقای دادستان نمی‌بینم. نماینده محبوس مردم تهران در مجلس 5 افزود، دادستانی باید با مرخصی زندانیانی موافقت کند که سالهاست با دلایل واهی در زندان به سر میبرند و بارها درخواست مرخصی دادند و نیز استحقاق آنها را دارند، ولی تاکنون از حقوق اولیه خود نیز محروم ماندند. رئیس اورژانس ایران از بروز عوارض جسمی و تنفسی برای کارکنان مرکز هسته‌ای پردازش اورانیوم اصفهان خبر داد. دکتر غلامرضا معصومی با اشاره به تحت درمان قرار گرفتن کارکنان و برخی از ساکنان مجاور کارخانه به جهت بروز عارضه‌های پیش آمده اظهار داشت، تمام واحدهای اورژانس در ایران باید برای مقابله با حوادث هسته‌ای آمادگی پیدا کنند. گفتنی است بر اساس اطلاعات به دست آمده، بروز مشکل برای کارکنان و برخی از ساکنین مجاور کارخانه به جهت وجود گاز فلورید هیدروژن در محیط می باشد که تنفس این گاز باعث بروز این حادثه گردیده است. معاون خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری ایران از عملیاتی شدن طرح استقرار مربیان حجاب در مدارس خبر داد. زهرا سجادی اظهار داشت به منظور نهادینه کردن موضوع حجاب از کودکی، طرح‌های تفکیک مهد کودک‌ها و ارائه الگوی حجاب در مراکز پیشدبستانی و همچنین استقرار مربیان حجاب در مدارس از جمله طرح‌های عملیاتی مرکز زنان ریاست جمهوری می باشد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران ازدواج دختران و پسران زیر 10 سال را غیرقانونی دانست. احمد تویسرکانی اظهار داشت ثبت ازدواج پایین‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بیشک با آن برخورد می شود. این در حالی است که پیشتر مدیر کل ثبت احوال استان تهران
اعلام کرده بود که در سال 90 بیش از 75 مورد ازدواج کمتر از 10 سال در تهران به ثبت رسید است. به چند خبر کوتاه داخلی و خارجی توجه بفرمایید. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران نسبت به کاهش سن ابتلا به ایدز به سن 11 تا 13 سال هشدار داد. به دلیل نوسان نرخ ارز و قیمت فروش بنزین در خلیج فارس، نرخ بلیت پروازهای خارجی در ایران به صورت هفتگی و هر یک شنبه تعیین می شود. وزارت ارشاد از روزنامه مغرب به دلیل چاپ کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد با نام ختم سوال شکایت کرد. رئیس بند 350 اوین به دلیل درز اخبار زندانیان به بیرون از کار برکنار شد. یک تاجر آلمانی به اتهام ارسال پناهبری ماهواره‌ای به ایران توسط پلیس آلمان دستگیر شد. یک شرکت اسپانیایی متهم به قاچاق تجهیزات هسته‌ای به ایران شد. معاون دفتر سیاسی حماس خواستار توقیف عملیات‌های ایران از بشار اسد شد. جمعی از وکلای هلند در مقابل سفارت ایران در لاهه دست به تجمع زدند. تجمع کنندگان خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. پلیس اروپا از انهدام یک حلقه قاچاقچیان انسان از ایران به اروپا خبر داد. هزاران معترض مصری با تجمع در میدان تحریر و برپایی چادر خواستار لغو حکم افزایش قدرت رئیس جمهور مصر شدند. به باره آسمان باران گریه که آمد فصل بی پایان گریه بگو یا رب چه سازم من جز این که بگیرم دست بر